سلام، خوش اومدید به کانال منحرفان شریف. اتفاقاتی که برای محمد خردادیان افتاد، مثلث عشقی که داشت، بازگشتش به ایران و دستگیریش داخل ایران و اینکه ممنوع الخروج شد به مدت 10 سال و کلن اتفاقاتی که برای محمد خردادیان افتاد رو توی این ویدیو بررسی میکنیم. قطعا میتونه خیلی آموزنده باشه و خیلی نکات خوبی رو ازش یاد بگیریم. قبل از هر چیز خیلی ازتون تشکر میکنم به خاطر لایک این ویدیو و لطف و محبت شما عزیزان. خردادیان گفته من با یک پسر 21 ساله در ایران دوست شدم. شاید اون نخواد من اسمش رو ببرم، ولی یکی از اعضای فامیلمون بود که در یک عروسی برای اولین بار دیدمش. یک ماه با هم بودیم و من برگشتم دبی و برای بار دوم فقط به خاطر او رفتم ایران و حتی به زندان هم افتادم، چون فکر میکردم دیگه از تنهایی بیرون میام و کسی برای خودم پیدا کردم. به عشق او همه زندگیم در آمریکا رو فروختم و اومدم به دبی و یک زندگی جدید رو با هم شروع کردیم. به اسمش خونه خریدم، براش اقامت گرفتم و کلی دردسر دیگه تا بتونم ویزای آمریکا رو هم براش بگیرم تا برای همیشه به آمریکا ببرمش. سرانجام تونستم ویزای 1 ساله کار در آمریکا رو براش بگیرم. در اونجا تقاضای گرین کارت دادیم و وقتی که دادگاه عکس‌های ما رو با هم دید و به خاطر اینکه من در ایران به زندان افتاده بودم خیلی سریع به او گرین کارت دادن. اما بعد از اون وضع زندگی ما بد شد و منو ترک کرد تا من دوباره تنها بمونم. من وقتی که در مصاحبه‌ای با آقای امیر قاسمی در تلویزیون تپش داشتم و گفتم که همجنسگرا هستم، به طور ناخواسته تبدیل به الگوی همجنسگرایی در ایران شدم. من قطعا از لحظه تولد همجنسگرا بودم و وقتی خانواده‌ام متوجه شدن هیچ وقت به من چیزی نگفتن و خیلی راحت با این موضوع مواجه شدن، چون زمانی بود که من 30-40 ساله بودم و دیگه بچه نبودم و حق انتخاب داشتم. اونا هم نمیتونستن چیزی بگن. اوایلش خجالت میکشیدم که به کسی بگم، ولی الان دیگه نه، خجالت نمیکشم. مردم فکر میکنن من وقیحم، اما من دوست دارم که اطلاعات مردم بالا بره. من نمیخوام هر روز با اشخاص مختلف باشم. دوست دارم فقط یک نفر در زندگیم باشه و با اون زندگی کنم، چون که نیازهای همدیگر رو پر میکنیم. البته من بیشتر نیازهای روحی دارم. من عاشق ایران هستم و میخوام شریک آینده زندگیم یک مرد ایرانی باشه. به تیپ‌های ورزشکاری خیلی علاقه دارم، چون خودم ورزشکارم. آدم چاق دوست ندارم و کسی رو میخوام که به سر و وضع خودش برسه و در کل کسی که مثل خودم فکر کنه، چون من یک بار در عشق شکست خوردم و دیگه نمیخوام این تجربه تلخ رو تکرار کنم. محمد خردادیان متولد 3 اسفند 1335 در تهرانه. او یکی از رقصنده های مشهور ایرانه. تجربه بازی و نویسندگی فیلمنامه تئاتر رو هم داره. پدرش اصالتاً قزوینی و مادرش اصالتاً سبزواری بود که به تهران مهاجرت کرده بودند. پدرش عباس خردادیان از اولین سپرسازان ماشین فولکس در ایران بود. محمد 2 خواهر و 1 برادر بزرگتر از خودش داره. رقصیدن رو از 5 سالگی از دور همی خونوادگی و عروسی ها آغاز کرد، اما ورود حرفه‌ایش از 16 سالگی از اردوی تابستانی رامسر امکان پذیر بود. وقتی 16 سالش بود سال 1351 بوده، قبل از انقلاب. او با رقص آذربایجانی در این اردوها از طرف مسئولان اون زمان به معلم رقص باله معرفی شد. رقص را زیر نظر یک معلم فرانسوی در تهران شروع کرد. از همین کلاس‌ها کمتر از 2 سال به شاگردی ممتاز تبدیل شد. سپس در آمریکا، انگلستان و کوبا نیز انواع رقص‌ها را آموزش دید. خانم جین بینی که انگلیسی هم بود، قبل از انقلاب به دعوت رسمی ایران برای حضور در گروه باله به تهران اومده بود. اونجا با محمد خردادیان 18 ساله آشنا شد. آنها 1 سال بعد با هم ازدواج کردند. محمد خردادیان میگه توی اون زمان وقتی 18 سالم بود، من عاشق یک پسری بودم و جین بینی هم عاشق من بود. اینجا یک مثلث عشقی برپا شده بود.
اما اون پسر با یکی از دختران فامیل من نامزد کرد و من به شدت افسرده شدم و شروع کردم به قرص خوردن و میخواستم خودم رو از بین ببرم. کلی قرص خوردم و به اون پسر زنگ زدم و گفتم من دارم میمیرم. اون پسر که فهمید قضیه جدیه با موتورش اومد دنبالم و منو به بیمارستان برد و توی اون بیمارستان حالم خوب شد و تونستم به زندگی برگردم. در این حد عاشق اون پسر بوده. محمد خردادیان میگه اون دختری که با اون پسر نامزد کرد هم فامیل خود من بود و من خودم این دو نفر رو با هم آشنا کرده بودم و به شدت رنج میبردم از اینکه خودم با دست خودم عشقم رو تحویل یک نفر دیگه دادم. آقای خردادیان در زمان سربازی قبل از انقلاب به دلیل درد کمر و پارتی هایی که داشت تونست معافیت خدمت بگیره. وقتی 19 ساله بود با همون خانم جین بینی ازدواج کرد. خردادیان و همسرش مدتی بعد از نامزدی به آمریکا رفتن و بعد از حضور در چند کلاس به ایران بازگشتند. با شروع انقلاب و ممنوع شدن فعالیتشون مدتی راننده تاکسی بود تا اینکه با شروع جنگ ایران و عراق به آمریکا مهاجرت کردند. زندگی خردادیان و همسرش جین بینی بعد از 9 سال زندگی مشترک به دلایلی به جدایی ختم شد. جین بینی توی یک مصاحبه گفت: همیشه از این ناراحت بودم که چرا محمد با من انقدر سرده. الان که فهمیدم اون همجنسگرا بوده خوشحالم، به خاطر اینکه الان فهمیدم مقصر من نبودم و الان دیگه خودم رو سرزنش نمی کنم. من عاشق محمد بودم. خانم جین بینی با اینکه همسن و سال محمد خردادیان بود اما الان 5-6 ساله که به علت بیماری فوت شده. همسر محمد خردادیان به شدت عاشقش بود و در مورد این عشق آتشینش برای 10 سال زندگی مشترکش با خردادیان یک کتاب هم نوشته. خردادیان سال 81 به ایران برگشت و اونجا دستگیر شد. در سال 81 در دوران ریاست جمهوری خاتمی به علت بیماری پدرش و چراغ سبز دولت به ایران اومد، اما در زمان خروج دستگیر شد و بعد از 21 روز انفرادی و 40 روز زندانی در اوین دادگاهی شد. دادگاه محمد خردادیان رو 10 سال ممنوع الخروج کرد تا اینکه این حکم بعد از ماه‌ها در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان تعلیقی کاهش یافت تا خردادیان تونست از ایران خارج بشه. بعد از خروجش از ایران با پیشنهادهای مالی سنگینی از طرف بی بی سی و سی ان ان برای مصاحبه علیه ایران مواجه شد، اما حاضر نشد علیه کشورش حرف بزنه. لطفا نظرات خودتون رو توی کامنت ها بنویسید و خیلی ممنون میشم اگر این ویدیو رو لایک بکنید. همین الان 2 ویدیو هم روی صفحه هست که میتونه براتون جالب باشه. اگر هنوز عضو کانال نشدید میتونید روی لوگوی منحرفان شریف یه ضربه ساده بزنید و از همینجا هم عضو کانال بشید. خیلی ممنونم از همراهیتون. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.